سلام دوستای خوبم، امیدوارم که سلامت باشید. با بخش دوم سری برنامه‌های عوامل ایجاد کننده سرطان در خدمت شما هستیم. سرطان به رشد غیر طبیعی سلول‌های بدن گفته میشه. هر عامل داخلی یا خارجی که مکانیزم طبیعی اعضای بدن رو به هم بزنه، باعث میشه تا رشد اون عضو نامنظم بشه و سرطان رو ایجاد میکنه. برخی از عوامل ایجاد کننده سرطان به قدری برای ما عادی و روزمره شدن که شاید هر روز در حال انجام اونها باشیم ولی اصلاً اونها رو جدی نمیگیریم. اولین مورد، سم خطرناک موجود در آب کتری و سماوره. بارها اتفاق میفته که برای درست کردن چای از آب باقی مانده کتری که قبلاً به جوش اومده و سرد شده دوباره استفاده میکنید. باید سریعاً از این کار دست بردارید. آب زمانی که مجدداً جوشونده بشه، ترکیبات خطرناکی از جمله آرسنیک و نیترات و فلوراید در اون آب انباشته میشه. نمک کلسیم هم از جمله ترکیباتیه که با این کار در آب انباشته میشه و در صورت مصرف بیش از حد باعث بروز سنگ‌های کلیوی خواهد شد. نیترات یک ماده سمیه که در آب موجوده. زمانی که این ماده در آب در معرض حرارت بالا قرار بگیره، ترکیبات نیترات کاملا تغییر پیدا می‌کنن و به نیتروسامین تبدیل میشن. این ماده به شدت سرطان‌زاست و انواع سرطان‌ها رو هم شامل میشه. آب داخل کتری که کاملا سرد شده رو دور بریزید و از آب تازه استفاده کنید. اگر در کلیپ‌های بعدی هم با ما همراه باشید، بهترین نوع آبی که فاقد هر گونه آلودگی و مواد شیمیایی باشه رو هم به شما معرفی خواهیم کرد. چون خود آب مصرفی اگر دارای ناخالصی و مواد شیمیایی باشه، میتونه از عوامل اصلی ایجاد کننده سرطان باشه. مورد دوم، استفاده از نان سفید و در واقع آرد سفیده. متاسفانه در ایران پیدا کردن نانی که از آرد گندم کامل، یعنی آرد واقعی و سیاه تهیه شده باشه، بسیار مشکله. فقط نان سفید نیست که مشکل سازه، بلکه ماکارونی سفید و تمام مواد بسته‌بندی مانند انواع کیک و شیرینی هم مشکل می‌سازند. آرد سفید هر ذره از مواد با ارزش گندم رو در حین عمل فراوری از دست میده و در مرحله آخر با جریان زیاد گاز کلور به رنگ سفید با بافت کاملا ملایم در میاد. مصرف زیاد آرد سفید تصفیه شده احتمال ابتلا به سرطان را افزایش میده. باید به سراغ نانهایی برید که از غله کامل تهیه شدن و میتونید به جای ماکارونی از برنج قهوه‌ای و دانه کینوا استفاده کنید. اگر به نان کامل دسترسی ندارید، غلات متنوعی با املاح فراوان وجود دارند که میتونید اونها رو جایگزین کنید. مانند دانه کینوا، دانه گل تاشخروس، گندم سیاه، بلغور جوی دوسر، آرد کاساوا، آرد نارگیل، آرد بادام، آرد برنج قهوه‌ای، آرد ذرت و آرد نخود. در تولید آرد سفید، جوانه گندم و بیشتر لایه بیرونی یعنی سبوس رو ازش جدا می‌کنن. یعنی در واقع قسمت‌های اصلی و مغذی دانه جدا میشه و فقط نشاسته یا کربوهیدرات باقی میمونه. آرد هرچقدر سفیدتر باشه، نشاسته بیشتره و مواد مغذی کمتری داره. این نوع آرد فاقد فیبره. فیبر نقش مهمی در دستگاه گوارش داره و یکی از مواد اصلی ضد سرطانه. هرچقدر جوانه گندم و سبوس حاوی آنتی اکسیدان، فیبر، اسید فولیک، اسید کافئیک، اسید فیتیک، ویتامین ای و سلینیومه، آرد سفید هیچ کدوم از این مواد ضروری رو نداره. فرایند سفید کردن آرد سفید درست مثل اینه که بخوایم از مواد شیمیایی سفید کننده برای سفید کردن لباس ها استفاده کنیم. یکی از این مواد بنزوئیل پروکسید نام داره. این ماده یک اکسید کننده قوی محسوب میشه. طی تحقیقات این ماده سطح آنتی اکسیدان رو در کبد به شدت پایین میاره. وقتی بدن آنتی اکسیدان نداشته باشه، به راحتی در معرض انواع سرطان ها قرار میگیره. هرچند کارخانه های تولید آرد موظف هستند به میزان مشخصی از این ماده برای سفید کردن آرد استفاده کنند، ولی مصرف مدام محصولات تولید شده با آرد سفید درست مثل اینه که هر روز کمی ماده سفید کننده لباس بخوریم. مورد سوم، ادویه های قلابی هستند. افلاطوکسین یکی از عوامل سرطانزاست و ماندگاری بالایی داره.
در کلیپ اول اشاره شد که این سم خطرناک در نان کپک زده به وجود میاد و چطور وارد غذای دام و طیور میشه و از اونجا هم به بدن ما راه پیدا میکنه. جالبه که این ماده اصلاً در این چرخه انتقال از بدن جانداران مختلف به هم دیگه از بین نمیره و یکی از اصلی ترین عوامل سرطانه. افلاتوکسین یک نوع سم قارچیه و متاسفانه این سم حتی به حرارت هم مقاومه و در دماهای بالا بین 100 تا 120 درجه سانتیگراد هم پایدار باقی میمونه. وقتی این سم به مرور وارد بدن ما میشه، علائم قابل مشخص و مشاهده‌ای نداره و در نهایت جمع شدن زیاد این ماده در بدن سرطان ها رو ایجاد میکنه. این ماده سمی علاوه بر نان کپک زده در ادویه های قلابی هم یافت میشه. بخشی از ادویه های قلابی رو رنگ های شیمیایی تشکیل میدن. ادویه هایی که بیش از حد رنگ و لعاب داشته باشن قطعا دارای رنگ های غیر مجاز هستن. این رنگ های شیمیایی از فلزاتی نظیر سرب و جیوه تشکیل میشن که بیشتر در کارهای ساختمانی کاربرد دارن. ادویه های تقلبی بر اثر دو عامل حاوی سم افلاتوکسین میشن. اول اینکه به این گونه ادویه ها ممکنه نان خوش و کپک زده اضافه شده باشه. نکته دیگه مکان بدور از بهداشت و نمناکیه که ادویه ها با هم ترکیب میشن. ادویه به دلیل بافت پودری به راحتی در رطوبت دچار نم گرفتگی میشه و در نتیجه همون کبک های خطرناک یعنی افلاتوکسین در ادویه هم شروع به رشد میکنن. ادویه هایی که قیمت خیلی پایینی دارن نمیتونن ادویه اصل باشن. علاوه بر این که باید ادویه ها رو به قیمت معقول و از جای معتبر خریداری کنید، گاهی ظاهر ادویه ها هم نشان از تقلبی بودنشون دارن. مثلا زردچوبه نباید بسیار نارنجی یا خیلی زرد باشه. رنگ اصلی زردچوبه زرد مایل به تیر است. زردچوبه اصل نرم و یک دسته به طوری که از الک 300 میکرونی به راحتی رد میشه بدون اینکه سایاتی از خودش به جای بگذاره. زردچوبه رو به مقداری از آب که در حال جوشیدنه اضافه کنید. اگر در کمتر از 3 ثانیه رنگ آب جوش تغییر کرد، پودر زردچوبه شما احتمالاً ناخالصه. همینطور اگر زردچوبه رو در یک لیوان آب بریزید و هم بزنید، اگر لکه های سفید رنگی در بالای آب ظاهر بشه، بدین معنیه که اصل نیست. زردچوبه اصل بلافاصله بعد از اضافه کردن به آب، ردی از سفیدی باقی نمیگذاره. دارچین تقلبی که به دارچین کاسیا معروفه، حاوی ترکیب سمی به نام کومارینه که این ترکیب مسموم کننده است و میتونه به کبد، کلیه و ریه آسیب بزنه و حتی باعث سرطان بشه. دارچین اصلی دارچین سیلان نام داره. متاسفانه در اکثر فروشگاه‌ها دارچین تقلبی به فروش میرسه که این نوع دارچین حاوی 1% کومارینه، در حالی که دارچین اصل 0.04% کومارین داره. مقدار مجاز مصرف کومارین در روز فقط 0.1 میلی گرمه و در صورت مصرف بیشتر سرطان‌زا میشه. دارچین تقلبی یا همون کاسیا وقتی پودر بشه رنگ قرمزتری داره، در حالی که دارچین اصلی قهوه‌ای تره. تفاوت دیگه در شکل ظاهری دو نوع دارچینه. دارچین تقلبی چوب ضخیم و زبری داره و بیشتر از یک طرف پیچ خورده، ولی چوب دارچین اصل نازک و نرمه و رنگش هم بسیار روشن‌تره و از داخل پیچ‌های زیادی در خودش داره. راه دیگر تشخیص دارچین تقلبی از اصل اضافه کردن چند قطره یود مایع روی دارچین هاست. اگر رنگشون به آبی تغییر پیدا کرد، پس باید بدونید دارچینتون تقلبیه. مورد چهارم، استفاده از رب گوجه فرنگیه. معمولا سبزی‌ها زمانی که به صورت کنسروی نگهداری میشن، مواد مغذی کمتری نسبت به انواع تازه و حتی فریز شده دارن و دلیل اون هم مقدار زیاد سدیمیه که در فرایند محافظت و نگهداری به کنسروها اضافه میشه. مشکل اصلی کنسروها قوطی‌هاشونه. این قوطی‌ها با ماده شیمیایی به نام بیسفینول A پوشش‌دهی شدن. این ماده شیمیایی به عنوان بازدارنده هورمونی شناخته میشه و با سرطان در ارتباطه و هیچ راهی وجود نداره که این ماده شیمیایی درون مواد غذایی داخل قوطی کنسرو وارد نشه. در مورد گوجه فرنگی چون یک غذای اسیدیه، با مقدار بیشتری از سم موجود در بدنه قوطی ترکیب میشه. بهتره از مصرف کنسروها مخصوصا گوجه فرنگی صرف نظر کنید.
مرسی که تا انتها همراه من بودید. امیدوارم که دانسته‌های خوب خودتون را هم برای ما بنویسید و منتظر قسمت‌های بعدی دلایل ایجاد سرطان باشید. لینک بخش اول این برنامه را هم میتونید در قسمت توضیحات پیدا کنید. امیدوارم که همیشه تندرست و شاد باشید.